بعد از کلی برنامه که مارول برای کنگ و جاناتان میجر داشت اون زمانی که متوجه شدیم که دیگه جاناتان میجر رو کنار گذاشتن کلی صحبت در مورد این شد که قراره که کنگ بمونه بیان ریکستش بکنن و کلی اتفاق مختلفی که در مورد صحبت میشدش ولی خب دیدیم که اومدن دکتر دومو به معرفی کردن اونم با بازی رابرت که بتونه همچنان اون هیجان لازمه رو نگه داره تا مخاطبا از دست مارول عصبی نباشم به خاطر اینکه کنگ و کنار گذاشته ولی یه نکته که وجود داره اینه که همیشه توی ذهن همه این سال وجود داشتش که برنامه اورجینالی که اصلا مارول با کنگ داشت چی بوده قرار بودنش که بیان چه کاری باش انجام بدن و اون اتفاقاتی که برای آینده ای که با کنگو در نظر گرفته بودن چیا بوده اصلا مطمئنا تا الان در مورد برنامه اورجینالش کلی حرف و شایعه شنیدید ولی خب یه سری اطلاعات تایید شده وجود داره که تو این ویدیو میخوام بریم در مورد اون اتفاقاتی که خودشون تایید کردن با هم دیگه صحبت بکنم اون کاری به شایعه و اتفاقاتی که قبلا وجود داشته نداریم around Again. درود به همگی من شاینم هم از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم مطمئنم وقتی یه کنگ معرفی شد همه حسابی هیجان داشتم به خاطر اینکه کنگ فاتی که میشناسیم حسابی قدرتمند اون کاراکتری بودش که از آینده اومد و گونه های مختلفی داشت و خب میتونه حسابی بیادش و کاراکتر و هیروهایی که میشناسیم و چالش بکشه و این بازی خوبی هم که جاناتان داشت توی فصل اول لوکی حسابی همه رو امیدوار کرده بود که میتونیم یه کنگ درست حسابی ببینیم و کلی هم تا دلتون بخواد ویدیوهای تئوری مختلف درست کردیم و بقیه هم درست میکردیم در مورد که قرار چه اتفاقی برای کنگ بیفته کنگ میخواد بیاد چه کاری انجام بده و اینطوری بودش که حسابی هیجانه بین مخاطبایی که مارول داشتن دنبال میکردن خیلی زیاد شده بود و خب خیلی هم عاشق کنگ بودن واقعا و اینکه کنگ اصلا کنار رفت حسابی ناراحت شدن و اینکه چرا اصلا مارول اومد کنگ و انقدر ضعیف نشون دادن بیشتر اونا رو عصبی کرده بود بدون شک یکی از جایی که باعث شد که کنگ ضربه خیلی شدیدی بهش وارد بشه برمیگشت به اتفاقاتی که ما توی انتمنم واسکوانتومینیا داشتیم اونجا جایی بودش که کنگی که دیدیم میتونستن بیان یه ویلن فوقالعاده و قدرتمند نشون بدن ولی خب توی برنامه ای که داشتن اینطوری شد که هیچ کدوم از اون کارکترهایی که دیدیم و نکش و اون اوهات و اون قدرتی که میتونست یه ویلن داشته باشه از بین رفت با اینکه بازی که جاناتون تو همون فیلم هم داشتش فوقالعاده بود و خیلی خوب تونست بیادش و یه نقش دیگه ای از کنگو بازی بکنه ولی فیلم نامه ای که اون فیلم داشت به خاطر همون داستانهایی که بعد هیرو آخر داستان زنده بمونه و اتفاقاتی که دیزنی همیشه میادش رو دستکاری میکنه باعث شد که فیلم ضربه بزرگی بخوره ولی همچنان برنامه ای که با کنگ داشتن تموم نشده بود همچنان شانس اینو داشتن تا بیان کنگ و قدرتمند نشون بدن اینطوری شد که برای اونجرز قسمت پنجمی که به کنگ برمیگشته اومدن و کارگردان شانگچی انتخاب کردن همون کارگردانی که الان قرار قسمت چهارم اسپایدرمن رو کارگردانی بکنه در کنار جف به عنوان نویسنده این قسمت از اونجرز که میدونیم که خب اومده بود و انتمن نویسندگیش انجام داده بود و اینطوری بود که یه برنامه کاملی برای اتفاقات آینده داشتن ولی یه نکته که این وسط داره دیده میشه اینه که از همون اولش هم مارول دنبال این بود که بتونه کنگو بذاره کنار چون وارد یه سری اتفاقاتی شده بود که نمیتونست بیاد اون قدرت لازمی که از کنگ هست و بهمون نشون بده یعنی برنامه اینطوری شدش که با فصل دوم سریال لوکی اومدن سعی کردن تا کنگو اصلا یه طوره کنار بزنن شو قدرت بدن دست لوکی تا اینطوری یه بهونه داشته باشن که هر اتفاقی افتاد بتونن خیلی راحتتر تر کنگو محفش کنن هرچند که بازم توی فصل دوم سریال لوکی شما دیدید که بازی عالی که جاناتان و تام با هم دیگه داشتن حسابی فصل دوم فوقالعاده کرده بود و مسیری هم که آماده کرده بودن یه حالت دو پهلویی داشت اینکه کاری که داره میادش لوکه انجام میده میتونه موفق بشه یا همچنان قراره که اون برنامه که کنگ داشت اجرایی بشه این چیزی بودش که این وسط گذاشته بودن کاملا مشخص بود یه دورایی گذاشتن که اگه لازم شد کنگ رو تونستن برگردونن ازش استفاده کنن اگه کنگی هم در کار نبود بتونن از مرحله دومش بیان استفاده کنن ولی با برنامه ای که خود مارول داشت یعنی این هدفی که اصلا توی ذهنشون داشتن تا کنگ و کنار بذارن همونجا به فکر این بودن که دومو بخوان بیارن یه سری شایی هم در وجود داشت فصل دوم سری اینطوری ساخته شد و تا کنگ کلا کنار بره اتفاقاتی که توی فصل دوم سریال افتاد بدون شک اتفاقات انتهای مسیرش که اتفاقات خیلی مهمی بودش که توی دنیای مارول پیش اومد حتی الانی که کنگو کنار گذاشتن بازم لوکی که داریم میبینیم و اتفاقاتی که انتهای سریال اون افتاد یه نقش خیلی مهمی رو توی ادامه راه مسیر MCU داره خیلی صحبت ها و شایه در مورد این موضوع وجود داشتش که اون قسمت های آخری که داریم از سریال لوکی نگاه میکنیم و اومدن از نو بازنویسی کردن و تغییرش دادن ولی خب توی گزارش های جدیدی که من دیدم و تایید شدم هستش مارول اعلام کرده بود که هیچ دستکاری توی انتهای سریال لوکی نداشتن یعنی اصلا برنامه ای که سریال لوکی داشته از اول این بوده که بیادش و جاناتان اینطوری کنار بزن و قدرت دست لوکی بده اگه نگاه کنید متوجه میشید که اصلا توی مسیری هم که داشتن بهمون این موضوع رو نشون دادن که تیوی ای تونست به گونه های مختلف کنگو کنترل بکنن و نظر اون شورشی که میخوانو بیان انجام بدن حالا برنامه ای که توی ذهنشون داشته چی بوده؟ برنامه ای که داشتن اینطوری بودش که بعض از اتفاقاتی که برای اون کنگی که توی زمین 616 حالا اتفاقاتی که با انتمن بود پیش میادش این شورایی که داریم میبینیم تصمیم میگیره تا آماده بشه حمله بکنه به زمین و اینطوری میشه ماجرا که گروه اونجرزی که روی زمین داریم میبینیم قرار بود که بیاد با این گروهی از کنگی که قرار به اون حمله بکنن درگیر بشن و یه مبارزه ای ببینیم این کاملا میمد اشاره میکرد به عواقب به کارهایی که لوکی و سلوی کردن تو اگه نگاه بکنی توی حرفایی که اونجا داشت کنگ بهشون برگشت بهشون گفت که هر کاری هم که بخوای انجام بدی باز مرتبه این چرخه تکرار میشه ولی لوکی گفت که من میخوام این شانس رو یه بار دیگه امتحان کنم اونجا کنگ گفتش که یه جنگ مولتیورسی بزرگ پیش میمد اینجا قرار بود که دو مرتبه این جنگ مولتیورسی بزرگه پیش بیادش یعنی همه چیز هر اتفاقی که پیش میمد چون کنگ یک بار تمام این اتفاقات رو البته بهتر بگیم که چند بار تمام این اتفاقات رو تجربه کرده بود و این حلقه رو کامل میشناخته قرار دو مرتبه شبیه به همون چیزی که میگه اینجا هم اتفاقات پیش بره یعنی تمام کاری که لوکی کرد چه این که میمد می جلوی می که خط زمانی مقدس نابود نشه چه درخت مولتیورسی وقتی اومد درست کرد اول و آخرش حلقه تکرار شونده بوده حالا یه نکته همیشه وقتی که داشتیم فیلم رو دنبال میکردیم در مورد صحبت میکردیم این بود که اون کنگی که دیدیم توی انتمنه همیشه میگفتیم اتحانا همون کنگیه که آخر سر پیروز ماجرا شده و خب هنوزم زنده مونده بود مثل اون کنگی که دیدیم توی سریال لوکی بودش ولی خب اتفاقات اینطوری شد که نیومدن این موضوع رو به نشون بدن توی گزارش هایی که خود مارول داره و خب تایید شده هم به این موضوع اشاره کرده بودن یه نسخه پرایمی از کنگ پیدا بشه که قدرت خیلی زیادی داره و بیادش رو به شوروها کمک بکنه که جلوی این شورای کنگ وایسن و دونه دونه اونا رو نابود بکنه و اینطوری تبدیل بشه به همون کنگ فاتحی که میشناسیم یه چیز دو مایه اتفاقات التیمت کومیک مثلا اینطوری بیان یه کاراکتر قدرتمندتری نشون بدن که میتونه بیاد جلوی بقیه وایسه ولی برنامه ای که اون کنگ هم داشته این بوده که بعد از اتفاقاتی که پیش میاد یعنی شورای کنگی که نابود میکنه تمام گناه کنگی که از میبره بیادش بره سراغ زمان و مکان و خط مقدس رو بیادش دستکاری بکنه یعنی چی یعنی بیادش تو مرتبه از نو بازنویسی بکنه اون تغییری که دلش میخواد و توش اعمال کنه و خب طبق صحبت هایی هم که بهتون گفتم اون کنگی که توی انتمن بود انجام داده بود و اون حلقه ای که اومده خط زمانی مقدس بهمون نشون داد خیلی شبیه به همون کنگی بودش که میتونست بیاد این کارها رو انجام بده حالا بعد از کاری که کنگ میاد انجام میده اتفاقی که پیش میادش اینه که تمام کاراکترهایی که داریم یعنی و هیرو به منطقه وید کشیده میشن و توی این منطقه وید قرار بوده که حالا بیان یه معارضه با کنگ داشته باشن و کنگی که داریم میبینیم تو اتفاقات سیکرت وارز یه طورای همون نقش دکتر دوم به عنوان گاد دوم بازی میکرده ولی ورژن کنگ شده دیگه اصلا تمام اتفاقاتی که اونور بوده قرار بود یه سری تغییرات این طرف روی کنگ ببینیم اینکه کیا اونجا بودن قرار بوده که اسپایدرمن باشه ددپول باشه ولورین باشه فانتاستیک فور باشه و یکی برنامه اصلی که اونا اصلا داشتن این بودش که بیان گروه ایکس رو برگردونن و تمام اعضای گروه ایکس رو توی اتفاقاتی که برمیگشت به سیکرت وارز دو مرتبه به نشونش بدن یعنی این بازنویسی که اتفاق میفته روند ماجرایی که داشتیم تغییراتی که این خط زمانی پیدا میکردش باعث این میشد که از این به بعد گروه ایکس هم داشته باشیم حالا برنامه ای که اینجا داره بهمون نشون میده احتمال خیلی زیاد بیشترش رو با دکتر دوم هم داشته باشین یعنی دومی که میاد میره سراغ مولتیورس دومی که دنبال اینه که قدرتمند بشه بشه گادوم و بیاد سراغ این که شاید حتی خط زمانی که داریم میینی و اتفاقاتی که داره میفته رو بگیره تو دست خودش و همه چیز از نو بازنویسی بکنه و مطمئنا برای اینکه بخواد یه همچین کاری انجام بده اصلا بره سراغ مولتیورس لازمه که بره سراغ لوکی حالا جالبه که تو این گزارش هایی که دادن هیچ اشاره به لوکی و نقشش نکرده بودن که قراری که چه کاری بیادش و جلو کنگ انجام بده و این احتمالا نقشه مهمیه که اونا برای اتفاقاتی که با دوم داریم هم قرار بیان ازش استفاده بکنن به خاطر همین چیز رو نه تایید کردن نه رد کردن و هیچ دوزی در مورد لوکی نمیدن احتمالا نقشه خیلی پررنگی قرار داشته باشه و اینطوریه که با اطلاعاتی که وجود داره کاملا مشخصه که درستی که کنگ مسیر خارج شده درستی که دیگه ما کنگو نداریم ولی دومی که اومدن به ماجر رو اضافه کردن قرار همون روند جلو بره احتمال خیلی زیاد همون درگیری های رو داریم دومی که وارد اتفاقات زمین 616 بشه مطمئنا قرار که جلوی هیرو وایس از اون اطلاعات لیک شده که بیرون اومده ممکنه که درگیری های مختلفی با اسپایدرمن داشته باشه و همین باعث میشه تا اون بخواد به این سمتی حرکت بکنه که شاید اصلا خط زمانی بخواد بیادش رو دستکاری بکنه این اتفاقاتیه که مطمئنا جلوتر قراری که باهاش روبرو بشیم و احتمال خیلی زیاد این اتفاقات رو میبینیمشون حالا بازم اگه گزارش های مهمتری بیرون اومد اطلاعات لیک شده قویتری وجود داشت که میتونست این موضوع رو بیادش رو تایید بکنه که حتما در موردش با همدیگه صحبت ویدیو جدید براتون درست میکنم امیدوارم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشه اگه نظر حتما داخل کامنت برام بنویس سو لایک و سو زنگولم که یاد نره فعال بکنید اینطوری میتونید محتوای جدید دسترسی پیدا بکنید بیاید توی کانال ویدیو جدید و تماشا بکنید این ویدیو رو براتون میذارم اینجا که بررسی قسمت پنجم آگاتا هم هست که میتونید برید این ویدیو رو هم تماشا کنید و خب دیگه حرفی هم و تا ویدیو بعدی بدرود